سلام و برخا. نکته از شروع پارشای هفته، پارشای تولدوت. رئیل تولدوت اسحاق بن ابراهام، ابراهام هولید اسحاق. و این از تاریخچه اسحاق فرزند ابراهام، اسحاق پسر ابراهام. ابراهام اسحاق را تولید کرد. اگر به این پاسوک کمی دقت بکنیم، به نظر میرسه که یک موضوع را دو بار تکرار میکنه. وقتی میگه این از تاریخچه اسحاق پسر یا فرزند ابراهام، خب معلومه که ابراهامه که اسحاق را تولید کرده. چه لزومی داره که دوباره بگه ابراهام هولید اسحاق؟ ابراهام اسحاق را تولید کرد. اگر مقایسه بکنیم، وقتی که اشمائیل معرفی میشه در رابطه با فرزند بودن ابراهام، چند پاسوک به عقب برگردیم، اونجا میگه و ال تولدوت اشمائیل بن ابراهام اشر یالدا هاگار مصریت. و این از تاریخچه اشمائیل فرزند یا پسر ابراهام که هاگار مصری او را تولید کرد. یه فرقی میبینیم بین معرفی رابطه پدر فرزندی ابراهام و اسحاق و پدر فرزندی ابراهام و اشمائیل. بله، دو هر دو مورد میگه ال تولدوت اشمائیل بن ابراهام، ال تولدوت اسحاق بن ابراهام، هر دو پسر ابراهام هستند. ولی وقتی قسمت دوم پاسوک بازم تولید میکنه، توجه ما رو جلب میکنه و میگه ابراهام هولید اسحاق، ابراهام اسحاق رو تولید کرد، برای اشمائیل میگه هاگار اشمائیل را تولید کرد. این فرق به چه مناسبت هست؟ مگر فرق اشمائیل و اسحاق چیست؟ اگر دقت بکنیم، در زبان عبری فرق هست بین لفظ بن یا بت به عنوان فرزند پسر یا دختر و بین لفظ تولادا به دنیا آوردن یا تولید کردن. وقتی تورا برای نسبت دادن فرزند کسی به فرد دیگری به یا پدرش صحبت میکنه، از لفظ بن استفاده میکنه. بعضی مواقع از لفظ به دنیا آوردن و تولید کردن استفاده میکنه. لفظ بن یا بعد وقتی میگه پدر، پسر یا دختر، حتی اطلاق میشه به بعضی مواقع کسانی که اینا فرزند واقعی اون پدر یا مادر نیستند. پدرخواندگی، فرزندخواندگی، اون هم لفظ بن یا بت استفاده میشه. مثلا درباره موشه و بتیا، بتیا موشه را به فرزندی قبول میکنه، او را تربیت میکنه. بتیا او را به دنیا نمیاره، بلکه او را تربیت میکنه و بزرگ میکنه. و در تورا می نویسه و یهی لا لبن، موشه بن، موشه پسر، فرزند بتیا میشه. می بینیم که اینجا با وجودی که بتیا رو به دنیا نیاورده، چون او را بزرگ میکنه، ادب میکنه و بزرگ و تربیت میکنه، اینجا هم از لفظ بن استفاده شده. پس بن یا بت فقط برای به دنیا آوردن نیست و تولید کردن نیست، بلکه برای بزرگ کردن و تربیت کردن و آموزش دادن هم به کار میره. یا مثلا درباره استر و مردخای می نویسه در مگیلا که استر پدر مادرش رو از دست میده و مردخای استر را بزرگ میکنه و نوشته و تهیل و لبت، لبت و تهیل و لبت. استر دختر خوانده مردخای میشه.
برای اینکه مردخای او را بزرگ میکنه، تربیت میکنه. و اینجا لفظ بت یعنی دختر اطلاق میشه، در صورتی که پسر دختر عموی او بود و مردخای او را به دنیا نیاورده بود. یا مثلا درباره ابراهام گفته شده و ابراهام همان گوییم ابراهام پدر اقوام بسیاری خواهد بود. ابراهام این همه قوم را که به دنیا نیاورده بلکه درس داده به اونها، اونها رو تربیت کرده پدرانشون را، و اون اقوام به اسم فرزندان ابراهام خونده میشن. و میبینیم که پس بن و بت فقط برای به دنیا آوردن و تولید کردن نیست. اما فرق میکنه وقتی که کسی فرزندی را به دنیا آورده، خودش تولید کرده، و یا اینکه او را بزرگ کرده و تربیت کرده. وقتی کسی را تربیت میکنه، این تربیت کننده، این معلم به طور میکره یک سری دانش، اطلاعات و رفتاری را به این فرد انتقال میده. خب این حادث میشه بر این آدم، این رفتار و این اطلاعات و این دانش وارد میشه به طور میکره، شاید به طور حادث و واقع شدن بر آدم دیگه. اما این مسئله تغییر در ذات نیست. یعنی معلم طبق گفته ربنو کلیاغار میتونه عقیده ها رو عوض بکنه، میتونه فرهنگ هایی رو به دیگران بده، میتونه تربیت دیگر بده، اما این چیزی که به اون میده ذات نیست، بلکه همون که در فلسفه میگن یک چیزیست که بر این فرد وارد میشه، عارض میشه. و بعدن ممکنه این آدم این اطلاعاتی و دانشی که گرفته بعدن عوض بکنه، ممکنه بعدن بره تحت تأثیر فرهنگ دیگه قرار بگیره، تربیت دیگه هم قرار بگیره، کتاب‌های دیگر رو بخونه، معلمان دیگری رو پیدا بکنه و اون عقایدی را که فرد اول بهش داده بود کنار بگذاره. پس اون تربیت در ذات وارد نمیشه، بلکه بر انسان چی میشه؟ عارض میشه، حادث میشه. اما اون طبیعتی که انسان از ژن میگیره، از بدنی آورندش میگیره، از پدر مادرش میگیره، اینا در ذاته. و اون چیز ذاتی عمیق‌تره و ریشه دارتره و از چیزیست که از دیگران، نه از پدر مادر به اون میرسه. البته اینکه واقعا آیا اخلاق و رفتار هم به صورت ژنتیک منتقل میشند، آیا اون ریشه‌ای که در والدین هست چقدر تأثیر میگذاره در فرزندان، موضوعاتیست که قابل بحثه و در روانشناسی و در بعضی بر نقطه نظرهای دیگه ممکنه و هم متفاوت باشه. اما نظر ربنو کلیاغار اینه که در حقیقت طبیعت ذاتی انسان میتونه بیشتر تأثیر از پدر و مادرش باشه، مگر اینکه انسان سعی بکنه با آموزش، یادگیری، تمرین، ممارست اون مثلا اون عادت‌ها رو عوض بکنه، اون چیزای ذاتی رو کمی عوض بکنه و بهش میگن ته و شنی و یه طبیعت جدیدی بگیره، که در همه موارد این ممکنه که واقعا برای همه نتونه این اتفاق بیفته. و بیشتر اون بعضی هم عقیده دارن که اون چیزای ذاتی گرفته شده از پدر و مادر اونا بیشتر ممکنه تأثیر بگذارند و مهم باشن. مثلا ما میبینیم که وقتی که قوم اسرائیل متمرد میشن و رفتارهایی که غیر شایسته نبود انجام میدن و خدا با موشه بحث میکنه، موشه چی میگه؟ موشه میگه به خداوند، میگه ها آنوخی هاریتی ادکال ها مزده ایم آنوخی الیتیهو، خدایا چه انتظاری از من داری که من اینها رو تربیت کردم درست، من اینها رو سعی کردم عوض بکنم، سعی کردم آموزش بدم، اما من که اینها رو به دنیا نیاوردم. آنوخی هاریتی، آیا من اونها رو حمل گرفتم، حامله بودم؟ آیا من اونها رو تولید کردم که تو میگی و از من میخوایی که شاید ایراد میگیری که چرا اینها این کار رو میکنن؟
درسته اینا شاگردان منند، اینا رو یاد دادم، اما میبینیم که مشرب بینو میگه حتی شاگردان هم فرزندان خونده میشن. اما موشی میگه درسته که اینا مثل فرزند منند چون به اونها یاد دادم، اما من اونها رو به دنیا نیاوردم و من چیکار بکنم که متاسفانه با وجود تربیتی که اونا شدن هنوز میرند و از اون راه راست به راه بد متمایل میشن. و این از مال من این نیست، من کارم با کردم، شاید اینا مال ذاتشونه. و جالبه که وقتی هم در یه مورد خداوند به موشه میگه بیا تا اینها را من کنار بزنم، حذف کنم و از توی نسل جدیدی بسازم و قوم بزرگی از تو درست بکنم، این در توره آمده. یعنی پیشنهادی که خدا به موشه میده و واقعا چیز عجیبی است. و در حقیقت این که ذات اینها به این سادگی عوض نمیشه، این نکته است که توجه خداوند را هم به خودش جلب میکنه و حتی به موشه پیشنهاد میکنه که بیاد از ژن موشه و اون خصوصیاتی که موشه داشت و ریستگیهایی که در ذات بود از اولادان و فرزندان و نسل تازه بسازه. این مسئله قابل توجه است که ما باید اینم بهش دقت بکنیم. و به همین خاطر میگن کسی که مثلا گناهکار و تشوبه میکنه اینقدر مقام داره در یهودیت، جایی که صاحب توبه قرار میگیره درجهش از کسی صدیق کامل بودن بالاتر، برای که واقعا تغییر شخصیت، تغییر و تبدیل و عوض کردن منش و رفتار و کردار و شخصیت کار سختیه. و اگر کسی موفق به این بشه واقعا در درگاه الهی خیلی اهمیت داره و مقام داره. پس اینجا میبینیم که موشه میگه اونها رو من تربیت کردم، فرزندان من از نظری هستند، اما من اونها رو تولید نکردم و ذاتشون از ژن من نیست، از درون وجود ذاتی من نیست. پس به همین خاطر اینا دوباره ممکنه خطا بکنن. حالا برگردیم به صحبتی که اول کردیم. گفتیم چرا اسحاق از یک طرف پسر ابراهام خونده میشه، از یک طرفی دوباره میگه ابراهام عیسی رو تولید کرد. اما اشمائل هم پسر ابراهام خونده میشه، ولی بعد میگه هاگار یالدا، هاگار او را تولید کرد. چرا خصلت ابراهام به هاگار میره و خصلت عیسی به ابراهام؟ همین میگن خب همطوری که علم جدید قائل به علم ژنتیک و در ژنتیک میگن بعضی ها تحت تاثیر ژن غالب قرار میگیرن و بعضیا ژن مغلوب، یعنی مثلا پدر مادر، حالا حتی از مسائل فیزیکیشون هم بگیم، بیشتر مفهوم فیزیکی انسان هاست که بعضیا شکل پدرشون یا بعضی از خصوصیات پدر رو میگیرن و بعضیا مادر را، و بعضیا یک امتیاز، یک ترکیب دوتا را، ولی مال بعضی یک ژن کاملا غالب میشه و دیوری ژن زوج دیگه مغلوب میشه و پیداش نیست، پنهانه، و بعضی ها برعکس. اینجا میبینیم این که میگه اسحاق هم پسر ابراهام بود و هم ابراهام او را تولید کرد، یعنی سیستم ژنتیکی اگر بگیم حالا یا فیزیکی یا روحانی در مورد اسحاق هر دو به ابراهام متمایل شد. اما اشمائل با اون که او هم فرزند ابراهامه، اما ژن ابراهام در اون مغلوبه و سیستم ژن مادرش را میگیره و رفتار اخلاق و کردارش مثل هاگار مصریه. نمیخوام اینا تجزیه و تحلیل بکنیم که بگیم حالا ابراهام عالی بود، خب که بود معلومه، و بخوایم طبق این تفسیری که کلیاغا سر میکنه هاگار را منفی جلوه بده، من وارد این مفاهیم نمیشم و فقط این مقایسه را در نظر میگیرم که اینجا به همین خاطر میگه اشمائل را هاگار تولید کرد. منظور اینه که اون ژن غالب منتقل شده، اگر قائل باشیم به که ژنتیک تأثیرات اخلاقی هم داره، این سیستم را اشمائل از هاگار مادرش میگیره، هرچند ژن پدرش رو هم داره، اما اون مغلوبه، در صورتی که در اسحاق برعکسه. حالا ما نمیگیم در اسحاق که اسحاق ژن مادرش رو نگرفته، اسحاق از مادرم گرفته، ولی تورا میخواد بگه که خصوصیات و کردار او بیشتر شبیه پدرش بود، که حتی بعضی در تفسیرها و قصه ها میگن قیافه اسحاق هم
شکل پدرش بود. میگن وقتی اسحاق را میدیدند ال تولد اسحاق بن ابراهام، ابراهام هولید اسحاق. هر کس او را میدید، اینم یه تفسیر البته، این پشات نیست، این از تاریخچه اسحاق فرزند ابراهام. هر کس او را میدید میگفت ابراهام هولید اسحاق، گفت اوه ای شکل پدرشه، ابراهام او را به دنیا، معلومه که بچه ابراهامه. و اون شک و تردیدایی که ممکن بود بگم به خاطر اینکه عیسی به دربار و پر او برده شد، این مسائل اینجا عیسی را به دربار برده شد اینجا کاملا رد میشه، برای اینکه چهره و قیافه عیسی کاملا اینطور که در تفسیر و اگادامیه شبیه پدرش بود. شبات شالوم و مبارک.